سلام به کلاس درس خوش اومدین این آقایی که من این گوشه بالا عکسش را آوردم آدمیه که اگر شما برید و در یک دانشگاه بزرگ جهان این روزها بگید که به نظر شما اثرگذارترین دانشمند 500 سال اخیر جهان و یا حتی اثرگذارترین دانشمند تاریخ علم کی هست حدس میزنم که 50 درصد افراد به شما جواب بدن این آقا و 50 درصد دیگه بگن که به نظرشون این سوال سوال خیلی سختیه و این آدم کسی نیست جز ایزاک یا اسحاق نیوتون دانشمند بزرگ انگلیسی که اثرگذاری های بسیار بسیار زیادی در ریاضیات و فیزیک داشته و من نمیدونم اگر آقای نیوتون نبود الان تاریخ علم در کجای خودش قرار داشت یکی از بزرگترین اثرگذاری های آقای نیوتون فیزیک نیوتونی هست یا همون قوانین سگانه فیزیک قانون اول قانون دوم و قانون سوم نیوتون که به صورت کلی باور و نگرش شما و دانشمندای اون زمان فیزیک رو به نسبت به در مورد جهان فیزیکی اطراف ما تغییر داد و اثرگذاریش فقط به علم فیزیک ختم نشد و حتی به فلسفه و باورهای کانت هم سرایت پیدا کرد. بنابراین آماده باشید چون میخوایم با همدیگه قوانین سگانه فیزیک نیوتونی رو یاد بگیریم چیزی که بدون شک نگاه شما نسبت به جهان مکانیکی اطرافتون رو دگرگون میکنه این ویدیو میخوایم با هم شروع کنیم قانون اول نیوتون رو من متنش رو از ویکیپدیا این وسط آوردم بذارید یک بار از رو با همدیگه بخونیم قانون اول نیوتون میگه که اگر برایند نیروهای وارد بر یک جسم صفر باشد اگر جسم در حال سکون باشد تا ابد ساکن می ماند و اگر جسم در حال حرکت باشد تا ابد با همان سرعت و در همان جهت به حرکتش ادامه میدهد. به این قانون قانون لختی یا اینرسی هم میگیم. خب این عبارت الان سه جمله کلیدی داره یکی این جمله اول هست که اگر برایند نیروهای وارد بر جسم صفر باشه پس اینو میذارم جمله یک جمله دوم اینه که اگر جسم در حال سکون باشه تا ابد ساکن میماند پس این همیشه جمله دو و جمله سوم کلیدی اینه که اگر جسم در حال حرکت باشد تا ابد با همان سرعت و در همان جهت به حرکتش ادامه میدهد بیایید فعلا جمله سوم رو بذاریم کنار و بریم سراغ جمله اول و جمله دوم فرض بکنید من یک سطح زمین دارم یک همچنین سطحی و این سطح زمین من یک سنگی روش قرار داره جمله اول و دوم من مجموعشون به ساده ترین شکل ممکن اول دارن به من میگن که اگر من اینجا وایستم و فقط به این سنگ نگاه بکنم این سنگ در حالت سکون باقی میمونه و تا ابد اگر من نگاه بکنم هیچ تغییری در حالت سنگ رخ نمیده خب این خیلی بدیهی به نظر میاد اما این جمله اول دوم یک چیز دیگه هم داره به من میگه نمیگه که فقط نیروهای وارد بر جسم صفر باشه داره میگه برایند یعنی مجموع نیروهایی که من بر یک جسم وارد میکنم جمعشون بشه صفر بنابراین اگر من بیام و به این سنگم یک نیروی به این سمت وارد بکنم یا آدمی رو بذارم هل بده پس یک آدم اینجا داره این سنگ رو هل میده و یک آدم دیگه هم اینجا وایسته و این سنگ رو دقیقاً با اندازه همون نیرویی که اون ور داره بهش وارد میشه از این ور هل بده باز هم قانون اول نیوتن به من میگه که این جسم اگر در حال سکون باشه که هست تا ابد در حال سکون باقی میمونه پس این بخش مهمتر این دو جمله اول قانون نیوتونه که برایند نیروهای وارد بر جسم اگر صفر باشه اون جسم تا ابد با همان سرعت ببخشید تا ابد در حالت سکون باقی میمونه حالا این احتمالا در مورد یک سنگ به این بزرگی که قد این دوتا آدم با هم هست خیلی براتون هیجان انگیز نیست فرض بکنید که من یک قطعه در حقیقت یک زمین یخی اینجا دارم و یک تیکه یخ هم روی این قرار داره من یخ رو این رنگی میکشم و خب شما میدونید که یخ خیلی خیلی لیز هست این, قانون اول نیوتن داره به من میگه که اگر شما یک نیروی در این راستا و دقیقا برابر با همان نیرو در این راستا به یخ وارد بکنید یخ شما تا ابد در حالت سکون باقی میمونه و تنها حالتی که بتونید این یخ رو حرکت بدید اینه که یک نیروی مثلا در این راستا اضافه بر اون نیرویی که برابر با نیروی سمت راست بود به یخ وارد بکنید اما هیجان انگیزترین و غیر شهودی ترین بخش قوانین نیوتن این جمله سوم هست که میگه اگر یک جسم مثلا فرض کنید من دوباره یک یخ دارم که داره با سرعت ثابت حرکت میکنه بنابراین این یخ من هست و این یخ من داره مثلا با سرعت ثابت V به این سمت حرکت میکنه داره به من میگه که اگر برایند نیروهای وارد بر این جسم صفر باشه یعنی اگر من با این یخ هیچ کاری نداشته باشم و هیچ نیروی دیگه هم به این یخ وارد نشه در این صورت یخ تا ابد این تا ابد خیلی ادعای بزرگی هست یعنی تا زمان بی نهایت با در همان سرعت یعنی با همان سرعت و در همین جهت به حرکتش ادامه میده و متوقف نخواهد شد خب این خیلی با شهود ما ناسازگار اولش چون ما میدونیم که یک یخ هر چقدر هم لیز باشه وقتی حالش بدیم بالاخره متوقف میشه یا مثلا این قانون دوم نیوتن الان داره به من میگه که اگر من یک توپ فوتبال رو محکم بشوتم و این حرکت بکنه به این سمت با یک سرعتی اگر هیچ نیرویی بهش وارد نشه توپ فوتبال من تا ابد به حرکت خودش ادامه میده اما من میدونم که اینطور نیست و این توپ فوتبال من روی زمین فوتبال بالاخره متوقف میشه خب نکته ای که اینجا وجود داره اینه که ما شرایط قانون نیوتن رو هیچ وقت در طبیعت نداریم و اون یکی از این خودش یکی از بزرگترین کار عجیب ترین کارهایی است که آقای نیوتن کرده یعنی قوانینی کشف کرده که شرایطش به آسونی در طبیعت پدید نمیاد مثلا در مورد این یخ ما بین سطح یخ و سطح این قطعه یخ و سطح یخی که یخ داره روش حرکت میکنه استکاک داریم یعنی اینجا درست که استکاک خیلی کمه روی یخ در مورد استکاک در ویدوهای بعد دقیقتر با هم صحبت میکنیم اما به هر حال این سطح یخ انقدری که ما صاف میبینیم نیست و مولکول های سطح یخ یک همچین حالتی دارن و بنابراین این استکاکی که این مولکول های ایجاد میکنن باعث میشه این یخ برایند نیروهای وارد برش صفر نباشه همچنین ما ذرات هوا رو داریم اینجا که این ذرات هوا میان و برخورد میکنن به این یخ من و در نتیجه نیرو وارد میکنن در جهت عکس حرکت یخ و در نتیجه اون رو متوقف میکنن بنابراین اینجوری نیست که برایند نیروهای وارد بر جسم صفر باشه به همین ترتیب در مورد توپ فوتبال من همینجا استکاک دارم و همینجا ذرات هوا میان و به توپ فوتبال من برخورد میکنن و باعث میشن که نیروی در این راستا به توپ فوتبال وارد بشه بنابراین اینها هیچ این شرط برایند نیروهای وارد بر یک جسم رو ندارند و اگر میشد من کاری بکنم که برایند نیروهای وارد بر جسمم صفر بشه در این صورت قانون اول نیوتون داره به من میگه که این جسم در حال حرکت تا ابد با همون سرعت و در همون جهت به حرکتش ادامه میده این چیزی بود که آقای گالیله که احتمالا تا از خودتون پرسیدین این عکس چی هست که اصلا من اینجا آوردم این آقا آقای گالیله هست که اون هم یکی از بزرگترین دانشمندان تاریخه این چیزی بود که آقای گالیله قبل از آقای نیوتن کشف کرده بود یعنی با خودش گفت که اگر من بخوام حرکت سیاره ها رو توصیف بکنم بدون هیچ پدیده خارجی و بخوام بگم چطور دارن به خودی خود حرکت میکنن باید فرض بکنم که اونجا در صورتی که هیچ نیروی بر اونها وارد نشه اونها به حرکت خودشون ادامه میدن و چون در خلا در جایی که سیاره های دیگه ستاره های دیگه دارن حرکت میکنن فرض بر این هست که هوایی وجود نداره بنابراین هیچ نیروی مقاومت هوا و استکاکی نیست و بنابراین سیاره ها و ستاره ها با همان سرعت و در همان جهتی که دارن حرکت میکنن به حرکتشون ادامه میدن البته من نمیخوام وارد جزئیات حرکت دایره یا حتی یه کمی متفاوت با دایره سیاره ها و ستاره ها بشم اما به هر حال آقای گالیله این قانون اینرسی رو که خودش اسمش رو گذاشته بود قانون اینرسی رو قبلا کشف کرده بود و فهمیده بود که تغییر سرعت نیاز به یک نیروی داره علاوه بر اون نیروهایی که برایندشون الان صفر هست و داره به جسم وارد میشه و این چیزی بود که آقای نیوتن هم البته گفته بود و گفته بود که این قانون را از گالیله به ارث جالب هست که آقای گالیله سال 1900 و ببخشید 1642 فوت کرد و نیوتن سال 1642 به دنیا اومد حالا من میخوام دو تا نکته بگم که حتما برید و خودتون به این دوتا فکر بکنید یکی اینکه این لغت تا ابد رو حتما بشینید یکم بهش فکر بکنید خیلی خیلی پدیده عجیب و حتی فلسفی هست که شما وقتی که نمیتونید هیچ وقت تا ابد رو آزمایش بکنید بیاید و یک قانونی بذارید و معتقد باشید که این قانون من در مورد چیزی که نمیتونم آزمایشش بکنم درست هست و این ادعای آقای نیوتون ادعای خیلی خیلی بزرگ و هیجان انگیزیه دومین نکته این که فرض بکنید شما داخل یک هواپیما نشستید مثلا پس این یک مثلا هواپیما که البته من هیچ وقت بلد نبودم نقاشی خوب بکنم و این هواپیما داره حرکت میکنه و شما مثلا اینجای هواپیما هستید و این هواپیما داره با یک سرعت ثابت حرکت میکنه فرض بکنید هیچ صدایی تولید نمیشه و هیچ تکونی همین هواپیما نمیخوره و صرفا داره با سرعت ثابت حرکت میکنه و هیچ پنجره همین هواپیما نداره قانون اول نیوتون چیزی که شما باید بهش فکر بکنید داره میگه که شما هیچ راهی برای تشخیص این ندارید که آیا شما دارید با سرعت ثابت حرکت میکنید یا اینکه ساکن هستید پس سکون و حرکت با سرعت ثابت برای این آدمی که هیچ چیزی از بیرون هواپیما نمیتونه ببینه یکسانه و این پدیده که من مطمئنم فکر کردم بهش براتون خیلی لذت بخش خواهد بود خب این از قانون اول نیوتون امیدوارم که لذت برده باشید و خیلی 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 بشینید و به این قانون فکر بکنید چون کاملا نگرش شما رو نسبت به اطرافتون تغییر میده تا ویدئوی بعد خداحافظ